بینندگانی گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیماً از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجان شریفوا. در تاجیکستان سال دوم است که با مقصد ارزگذاری به هنری نامپزی و ترغیب نانی تاجیکی، همچنین دریافت نامپزان و قنوندانی بهترین، فستیوال جمهوریوی تحت عنوان نو شدم شایسته هر خون شدم دایر میگردد. دور جمع‌بستی فستیوال امسال امروز در باغ ایرمی شهر دوشنبه در سطح بلند برگزار گردیده، در آن هنرمندان تمام شهر و ناحیه‌های مملکت محصولات نانی و قنوندی را پیشنهاد ساکنان نمودند. زایشوی تقوی مراد و اهلدینی کریم موضوع را ادامه میدهند. در مملکت برای باز هم رشد و رونق هنرهای مردمی، احیا و معرفی طعام‌های ملی، ارزگذاری به هنری نانپزی، تدبیرهای سازنده عملی کرده می شود. نان شدم شایسته هر خان شدم. تحت این عنوان در مملکت نمایش محصولات نانی برگزار گردید که هدف ارزگذاری به هنری نانپزی، ترغیب نانی تاجیکی و دریافت نانپزان و قنادان بهترین می باشد. در آزمونی نان شدم شایسته هر خان شدم اشتراک داریم. من در ولایت جای اول را اشغال نمودم و امروز افتخار دارم که در جمهوری نانهای ما را نمایش داده استودند. از ولایت سوخت زیاده از 70 نمودی نانها آوردیم با این آزمون پیشکش کرده استودیم. ما زنها امروز افتخار داریم از اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت کشورمان امام‌علی رحمان که امروز برای نشان دادن هنرهای مردمی زنها امکانیت فراهم آوردند. وقتی که مهمان میآید نانهای قطاره را ما پیشکش می نمایم. نانهای کلچه و نانهای قوشک کلچه می گویم برای وقتی که در آیله کودک تولد می شود، می خواهیم که در آن آیله قوشک کودک باشد، فرزندانی بسیار باشد، همین کلچه ها را پیشکش می کنیم. در اینجا نانهای سبچه، نانهای جزگی، نانی چوماقین، نانی ورقین، این فطیرهای کلان در توی مرکه ها، نانهای گلدار در توی مرکه ها استفاده برده می شوند. من بسیار افتخار دارم که اولین مراتبه اشتراک کرده استادم و می خواهم همیشه در چنین آزمون های اشتراک نمایم. مردم تاجیک از قدیم با فرهنگ و مدنیت، هنر و هنرمندی در منطقه و جهان مشهور است. در چورابینی جمهوریوی که در باغ ایرمی پایتخت برگزار گردید، هنری والای نانپزان و محصولات کارخانه های نانپزی پایتخت و دیگر شهر و ناحیه های مملکت معرفی گردید. زیاده از 20 شهر و ناحیه های جمهوری در این چورابینی اشتراک دارند و آنها زیاده از 300 نانگوی نان و دیگر نانگوی محصولات نانی را پیشکش کردند. در تنورها طرز پختن، آماده نمودن نان به حکمان پیشنهاد کردند. اصلا نوهای گوناگون نانی تاجیکی از قبیل کلچه های خرد و کلان، گیردچه، چپاتی، ستری، فطیر، قلمه، آرزوق، تحمل، حولای سرخ و سفید و دیگر انواع نان پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت کرده شد. ما همه انواعی که از نان تیار می شود سینمود انواع نانی را در اینجا پیشنهاد کرده. در هر یک شهر و ناحیه هر کس هر خل می پزند نان های تاجیکی را. در ناحیه ما یک متر نان می پزند. باز انا فطیرهای گندمی هستند، کلچه های عروسی هستند. هر گونه نان ها را ما می پزیم. هنرهایی که حالا ما در اینجا به نمایش گذاشته ایم، همین هنرها را سایقل دهند به همین جوان دختران، جوان کلین ها، تا اینکه همین هنرها گم نشوند. همین هنرها را باز بیشتر و بیشتر به نمایش گذارند و بیشتر و بیشتر ما از تمامی نان هایی که در دیگر منطقه ها می پزند، ما از تمام اینها با خبر شویم که در هر منطقه چه خیل نان میپزند. مثلا ما حاضر این خیل نان میپزیم، در دیگر منطقه ها ممکن ما باز از ما هم نانی کلانتر پزند. ما میخواستیم که همین گونه فستیوال آزمون ها بسیارتر شود. دوری اول و دویمی فستیوال جمهوریوی در سطح دهات، شهر و ناحیه ها و ولایت ها دایر گردیده، بهترین ها در دوری نهایی اشتراک کردند. برگزاری فستیوال و آزمون های سطح بلند در داخل و خارج کشور بازگویی آن است که ملت تاجیک
تاجیک با عرف و انعنه خود ارج میگذارد. با گفتی تشبسکاران نمایشی مذکور از این بعد همه سالت دایر گردیده پیشکشی ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه میگردد. امروز ما برای مردم نانهای روغنی، نانهای کنجیدار، چند نمود شیرینی ها پیشنهاد کردیم. در جنبست هنری نانپزان و قنادان و دسترخوان آرایان طبق نامینیسه های گوناگون از جانب حکمان بهاگذاری گردیده و غالبان در فضای تنتنوی جایزه ها سپریده شد. باعث افتخار جوان دختران ناحیه دردست است که در این آزمون اشتراک کردند، محصولات نانی عنعنوی مردم خود را پیشکش مردم گردانیدند و صاحب افتخارنامه ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات گردیدند. ما بار دوم است که در این آزمون اشتراک میکنیم و محصولات خود را پیشکش مردم میگردانیم. با گفتی تشبسکاران نمایشی مذکور از این بعد همه سالت دایر گردیده پیشکش ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه میگردد. زایشوی تقویم را اهل دین کریم دوشنبه اخبار. جشن مهرگان آینی باستانی میراث ارزشمند تاجیکان و یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی به حساب می‌رود. مردم در تیرماه با نشانه شکرگزاری از حاصلخوانداری و فراوانی زراعت و میوه‌جات معرکه پشتکوه ایدونا برپا می‌کردند. این جشن باستانی در شهر و ناحیه‌های مملکت با شکوه خاص و تشکیل نمایشگاه‌های محصولات کشاورزی تجلیل کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. ایدی مرگان یکی از قدیمترین جشنهای مردم آریای نژاد به حساب رفته، در ردیف پرشکوهترین جشنواره‌های اجدادی مردم فارسی زبان اعتراف گردیده است. این جشن تاریخی رمز تیرماه زرنثار و ایام جمع‌آوری حاصل با عرق جبین مرد دهقان کشته را تجسم نموده، همه ساله در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورغ نیز با شکوه و شهامت به اندازه جشن گرفته می‌شود. به این مناسبت در میدان اسماعیل سامانی شهر خورغ یارمارک فروش محصولات کشاورزی خواجگی‌های دهقانی برگزار گردید که در آن سرنج محصولات تمام ناحیه‌های ولایت به فروش گذاشته شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همدستی با ریاست کشاورزی ولایت امسال در میدان 2 هکتار زمین ناحیه‌های روشان و اشکاشم تخمی کارتوشکا کش نمودند که علاقه 6 تنه حاصل محصولات جمع‌آوردهی کارتوشکا را در یارمارک امروزه با نرخ نسبت بازار ارزان به فروش گذاشتند. ریاست کشاورزی ولایت مختار کوهستان بدخشان اقدام گرفته است که برای فراوانی حاصل محصولات کشاورزی در ناحیه روشون و در ناحیه اشکوشن در 1 هکتار زمین کارتوشکا را کش کردیم و از آن حاصل بسیار خوب را به دست آوردیم و در این یارمارکا با نرخ‌های دسترس با فروش برآورده ایستاده. به دست آوردن حاصل دلخواه و تامین نمودن بازار استعمالی با محصولات خوش صفت وطنی یکی از نشانه‌های اساسی رسیدن به هدف استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری جمهوری تاجیکستان دانسته شده است. از این رو کشاورزان ولایت مختار کوهستان بدخشان توانستند در عید مهرگان نمونه‌های گوناگون محصولات پالیزی، سبزیجات و میوه‌جات را همچون ذخیره برای زمستان به ساکنان شهر خورغ و گرد و اطراف پیشنهاد سازند. همساله در جمهوری تاجیکستان عید مهرگان برگزار می‌گردد و امروز ما از ناحیه آنجا مرکز شهر خورغ با معرض تماشا و فروش محصولات های کشاورزی را زیاده از 10 تن وارد نمودیم. در گوشه دیگری میدان اسماعیل سامانی با جلب متصدیان ساختارهای کشاورزی و شعبه کار با زنان و اولیای ولایت نمایش محصولات کشاورزی به مثل سبزیجات و میوه‌جات، طعم‌های ملی، محصولات قنادی و محصولات نانی به معرض تماشا گذاشته شد. از عید مهرگان تا مهرگان حجم استحصال محصولات کشاورزی در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان به مراتب افزون گردیده، فراوان حاصلی در تمام زینه‌های سایه کشاورزی به مشاهده می‌رسد. مهرگان جشن دهقان و عید فراوانی است. امروز در برابر ساحه کشاورزی بخش کاربازنان و اویله ناحیه اشکاشیم نیز در این جشن باشکوه عید مهرگان شرکت می‌ورزند. ما دستاوردهای قنادی و نانی را به معرض تماشا گذاشته ایم و زنان ناحیه اشکاشیم در همه ساحه ها فعال بوده در همه جشن ها و عید ها سهم به اندازه خود را می گذارند. در این روز با یک قطار سابقه داران ساحه، رهبران خواجگی های دهقانی ولایت برای نشان دادن مهارت بلند رویاندن حاصل و سهم نظرست گذاشتن در رشد ساحه کشاورزی ولایت افتخارنامه ها تقدیم کرده شدند. برگزاری یارمارک فروش محصولات کشاورزی در عرفه عید مهرگان در مرکز ولایت تا شامگاهان ادامه داشت. مهرگان عید حاصل، عید فرخنده ملی مردم تاجیک می باشد.
همچنین جشن مهرگان ارتباط مردم به زمین و جمع‌آوری حاصل دسترنج مرد دهقان محسوب می‌یابد. گذشتگان با فرهنگمون سنه 15 مهر ماه را روز مهر می‌نامیدند. عادتاً جشن مهرگان در همین روز تجلیل می‌گردید. باید گفت که تجلیل عید کشاورزان مهرگان با شرافت صاحب استقلالی کشور عمر دوباره پیدا نمود. از 5 آگوست سال 2009 این جانب در تمام گوشه و کناری مملکت عید مهرگان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. عید مهرگان را اهالی ما از قدیم میان جشن می‌گیرند. عید مهرگان این رسمی از همه قدیمی تاجیکان می‌باشد که این دوستی و رفاقت را نشان می‌دهد و کشاورزان در این روز همون محصولات های که به دست آوردن با نمایش میگذارن و با اهالی پیشکش می نمایند. در مرکز ولایت خطلان شهر باختر عید مهرگان از نمایش محصولات کشاورزی و تکنیک های مقتدر ساحه کشاورزی که کار دهقانان را آسان میگرداند مرز تماشابینان چوربینی گردید. بیشتر تکنیک های کشاورزی را فیلیال کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرولیزینگ در ولایت خطلان تشکیل میداد. همچنین در رفت راهپیمایی تکنیک های یاری رسانی سرایاست اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ولایت خطلان که برای بهداشت زمین سهمی ارزنده دارند گذشت نمودند. در این روز دهقانان شهر و ناحیه های ولایت نمونه محصولات استحصال نموده، هنرهای مردمی، محصولات نانی و دیگر شربت و افشوره هایی که محصول دسترنج دهقان است پیشنهاد ساکنان و مهمانان شهر گردانیدند. مورد قید است که از مهرگان تا مهرگان در همه بخش های کشاورزی ولایت حجم محصولات عمومی کشاورزی زیاد گردید. از نمایش باشکوه امروزه مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولت ولایت خطلان با دهقانان و متخصصان کشاورزی صحبت آراستند. در قطار جشنگیری عید مهرگان همچنین فستیوال ولایتی طعام‌های ملی و آزمون ولایتی نان شدم شایسته هر خان شدم برگزار گردید. در نمایش مذکور بهترین کدبانوهای ولایت خطلان شرکت ورزیده هنر و مهارت نانپزی خوراک‌های ملی را به مرز تماشا گذاشتند. در آخر برنامه هنری ریاست فرهنگ ولایت خطلان و شهر باختر با سرود و ترانه‌های دلنشین خاطر جمع آمدگان را خوش و بالیده گردانیدند. شهر روغون کاخ نور و زیای کشور محض در زمان صاحب استقلالی رشد کرده و مقام یکی از شهرهای آباد و زیبای کشور را صاحب گشته است. محض در این ایام با زحمت و تلاش های ساکنان آبرومند شهر و دستگیری های پیوسته دولت و حکومت ترقیات تمام سمت های خواجگی خلق شهر به نظر می رسد. محض در همین ایام شهر سیمای جدید را به خود کسب کرده به یک موضع آباد و رشد کرده رسیده است. تا این سال ها در شهر روغون ساحه کشاورزی خیلی رشد کرده. در همین سال دهقانان شهر دلخواه‌ترین دسترنج خود را جمع‌آوری کردند. در شهر روغون کلی پیروبرنا با روحیه بالیدگی از آرامی و آسودگی کشور به میدان بزم و طرب شتافته جشن بزرگ مهرگان و یا به عباره مردمی عید جمع‌آوری حاصل را با شادی و نشاط و با سرجمعی و یکدلی تجلیل نمودند. در چورابین نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روغون و دهقانان و پیران روزگار دیده شرکت و سخنرانی کرده تجلیل این سنه را رمزی سپاس نعمت های دسترنج دهقان خواندند. در آغاز تجلیل این عید در شهر روغون آزمون شهری آش پلو و آشخور بهترین برگزار شد. شرکت صدها نفر به این جشن باشکوه گواه گرامی داشت مهنت دهقان و رسیدن به سعادت بلند زندگی به حساب می رود. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر احیای این عید اجدادی را رمزی آرامی و آبادی جامعه خوانده برگزاری آن را در روزهای مبارک تجلیل از 28 سالگرد استقلالیت تاجیکستان رمزی گویای سرجمعی ملت تاجیک و اتحاد بمثل روانی و جانی ساکنان کشور عنوان کردند. مهرگان عید جمع‌آوری حاصل رویانده دهقان، عید فراوانی، شادی و نشاط، دوستی و رفاقت، وحدت و یگانگی و مهر و صداقت می باشد. این عید که از تاریخ کهن ملت سربلند تاجیک سرچشمه می گیرد در خود روحیه اتحاد و همبستگی را داشته بشک فراوانی و برکت خان مردم از آن وابسته است. ماز در این روزی پر از نشاط به یک قطار سابقه‌داران و فعالان جامعه چون رمز احترام به مهنت از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با آنها تحفه‌های خاطره‌ای سپاریده شد.
جشن مهرگان چون در دیگر شهر و نواحی مملکت در ناحیه رودکی نیز در سطح بلند تجلیل کرده شد. تاکید گردید که در دوران صاحب استقلالی با دستگیری و تلاش های رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت جشن های باستانی از نو احیا گردیدند و امروز در سراسر مملکت جشن گرفته می شوند. جشن مهرگان نیز مثل عید نوروز و سده از جمله جشن های باستانی مردم تاجیک به حساب می رود. این جشن ملی سرشار از حکمت های سازنده و انسان دوستانه بوده، هنگام تجلیل آن همچون آیین انجام باور کارهای صحرایی نیاگان ما محصول دسترنج خود را به نمایش گذاشته، فرورسی آن را با شکوه و شهامت خاصه استقبال میگیرند. خواجگی‌داران از نتیجه زحمتشان خوشحالی مینمایند و نیت و آرزو میکنند که سالهای بعدی نیز حاصل فراوان به دست دارند و خان مردم پر از فیض و برکت باشد. رودکی یکی از کلانترین ناحیه های مملکت به حساب رفته، همساله خواجگی های دهقانی ناحیه که شماره شان به بیش از 5000 عدد میرسد حاصل بلند به دست میارند. در این زمینه ناحیه رودکی در شفت پایتخت مملکت شهری دوشنبه جایگیر بوده، یکی از تامین کنندگان بازار استعمالی با محصولات گوناگون کشاورزی به حساب می رود. نتیجه زحمت شبانه روزی محنت کشان ناحیه است که همساله حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد کرده شده، دستورخوان ساکنان پایتخت غنی می گردد. در برابر پیشنهاد محصولات گوناگون کشاورزی همزمان بخشیده به جشن مهرگان از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه رودکی برنامه رنگین فرهنگی پیشکشی حاضرین گردانیده شد. در سالهای صاحب استقلالی در شهر و ناحیه های مملکت صدها کارخانه نوی استحصال محصول خوراکواری به استفاده داده شد که باعث کاهش یافتن واردات محصول شیری و گوشتی، آبهای تشنشکن، افشورده ها، شیرینی ها و غیره گردید. در جمع آمده که با تشبث اگنتی تاجیک استاندارد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سغد تشکیل گردید، کارشناسان و صاحبکاران اشتراک کرده وابسته به دستاوردها و نقشه های منبعی کم نمودن واردات محصول اندیشه و پیشنهاد خود را بیان نمودند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. امروزها در بازار و مغازه‌های فروش اکثر محصولات خوراکی که با تمغه‌های گوناگون پیشنهاد استعمال کنندگان گردانیده می‌شوند، استحصال کارخانه و کارگاه‌های وطنی بوده، در بازار استعمالی رقابت پذیرند و به خارج کشور نیز صادرات کرده می‌شوند. این نتیجه تدبیرهای عملی 300 روز اصلاحات آید به دستگیری صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، اعلان تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی مملکت را می‌دهد. بهره در عمل و پورا تطبیق نمودن هدف‌های رشد ساحه صنعت مملکت، استحصال محصولات وارداتی و کننده، رعایت طلبات رگلمنت های تکنیکی، بیشتر استحصال نمودن محصولات صنعتی، دیگر عامل های بهتر نمودن سطح زندگی اهالی و تاسیس جای های کاری از جانب اگنتی تاجیک استاندارد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب مسئولین مقامات دولتی، صاحب کاران و استحصال کنندگان و کارشناسان در آسایشگاه بهارستان شهر گلستان جمع آمد آموزشی در موضوع رعایت طلبات رگلمنت های تکنیکی و جاری نمودن استانداردهای بین المللی عامل اساسی استحصال محصولات با صفت و بی خطر برگزار کرده شد. در آن شرکت کنندگان دایر به یک قطار مسئله ها در سمت استحصالات، جاری کردن تکنولوژی نو در استحصالات، تیار کردن محصولات با صفت، تمغه گذاری، رعایت طلبات صفت اندیشرانی نمودند. متخصصان ما که از طرف اکسپرتی بین المللی صاحب سرتیفیکات گردیده بودند، با استحصال کنندگان وطنی مضمون و مندرجه استانداردهای بین المللی، رگلمنت های تکنیکی جمهوری تاجیکستان فهمونده داده شد. همچنین تهیه استانداردهای کشاورزی برای رشد صادرات محصولات کشاورزی معلومات ها پیشنهاد گردانید. در دوام سالهای 2014-2019 در اساس توصیه متخصصان اگنتی تاجیک استاندارد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی، در دهها کارخانه‌های سمت فعالیتشان گوناگون استانداردهای بین‌المللی ISO 9001، نظام اداره‌کنی صفت، نظام بی‌خطری محصولات خوراکواری و دیگر استانداردهای بین‌المللی جاری کرده شدند و این نتیجه مثبت خویش را نشان داده ایستاده است. در همایش قید گردید که یکی از مسائل مهم در حیات جامعه امروزه این تطبیق طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان در باره یادناگردانی نمک می باشد، زیرا که استفاده نمک یادناگ کرده شده از همه جهت به سلامتی انسان فایده دارد. متاسفانه از بی اهمیتی بعضی از صاحبکاران در بازارها و نقطه‌های سودا، نمک های آشی یادناگ کرده شده به فروش برآورده می شوند که این به حیات و سلامتی استعمال کنندگان خطر ایجاد می کند. از مقدار عمومی تشخیص هایی که در آزمایشگاه های محصولات خوراکی اگنتی تاجیک استاندارد در سال 2018 وابسته به نمک آشی گذرانیده شده است، زیاده از 30% آن به طلبات استاندارد مطابقت نمی کند. از این خاطر استعمال کنندگان در وقت خریداری به طلبات های تمغه گذاری، بند و بست، سنه استحصال و مهلت استعمال نمک آشی باید اعتبار داده، از فروشنده سرتیفیکت مطابقت محصولات طلب نمایند.
همزمان قید گردید که وابسته به طلبات زمان قانون درباره غنی‌گردانی محصولات خوراکی قبول شده است که مخصوصا آرد غذانا گردانیده شود. این بعد کارخانه های محصولات خوراکی و خصوص کارخانه های کارکرد غله که به استحصال آرد مشغولند ترکیب آرد را غنی گردانیده به استعمال کنندگان پیشنهاد نمایند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سغد برای برنامه اخبار. در نوحه دنگره ویلیت خطلون در دویره 60 روزی مهنت زربدور در پختازار جمعواری پخته بومروم ایدومه دارد. خوچگی های پختکوری نوحه برای جمعواری تیلوی سفید از تخنگه های زمونوی نیز استفاده می برند. گزارش هم کرونیمو. در نوحیه دنگرای ولایت خطلان در برابر تشکیلات و اداره های نوحیوی همچنین استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی دنگره برای هرچه زودتر و بتلاف جمع‌آوری کردن پخته که یکی از اشیای خامی صادرات کننده در کشور عنوان می شود تا چند وقتی آخر دست کمک به کشاورزان می رسانند. در بابت سری وقت قوم داشتن حاصل پخته که در صحرا به نهایت زیاد هست با یک زمره دانشجویان امروز جمع آمده حاصلی که در صحرا هست اینا جمع آوری نموده به خیرمن دولت سپاریم. باید گفت که مز اعلان 60 روزی مهنت ضربدار در پختازار از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت برای هرچی سری وقت جمع آوری کردن پختازارهای شهر و نواحی بود که امروز در تمام گوشه و کنار ولایت از جمله ناحیه دنگره چینش حاصل پخته وسعت تازه گرفته است و سرعت گرفتن غونداشتن پخته از یک طرف کمک به کشاورزان گردد، از جانب دیگر می توان با این وسیله هم حاصل پخته را رویانید و هم سری وقت غوزه‌پایه را جمع نموده زمین ها را برای کشت تکراری آماده کرد. پختکاران اصلی ناحیه دنگره با باد هوای نامساعد امسال نگاه نکرده در میدان 4370 گکتار کشت پنبه‌دانه گذراندند و از روزهای اول نگاهبین آن را خوب به راه مانده تا به امروز حاصل خوب رساندند و امروز جمع‌آوری پخته در ناحیه با سرعت دوام دارد. تکنیک‌های نوین ساحه نیز برای جمع‌آوری پختازارهای ناحیه سهم کلان دارند. یک چیز دیگر را باید قید کرد که در ناحیه ماشین های پختچینی واسه استفاده برده می شود. این موسا در ناحیه سه ماشین های پختچینی جمع‌آوری حاصل را با سرعت دوام داده استفاده و هر یک ماشین قریب کار صدها چینکچین را آسان می کند. ناحیه تمام امکانات را دارد که روزهای نزدیک از اجرای دورنمای استحصال پخته براید. مورید به یادآوری است که پس از اعلان 60 روز مهنت ضربدار در پختازار هر یک 15 روزه از طرف رهبریت ولایت بهترین ها معین گردیده با سپاسنامه و تحفه های پولی قدردانی می شوند. ناحیه دنگره که در 15 روزه اخیر میان دیگر شهر و ناحیه ها موقع سیم رو کسب کرد پیش خود مقصد گذاشت تا در 15 روزه نوبتی دورنمو رو اجرا نموده سزاوار جای اول گردد. خدایدادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه دنگره، اخبار. در دوره تجلیل روزی بین المللی کوهش خطر افتهای طبیعی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکانی روش در جمهوری تاجیکستان آزمون رسمی بهترین را برگزار نمود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش هم کرونیم. در دوره تجلیل روزی بین المللی کوهش خطرهای افتهای طبیعی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با دستگیری مالیوی خزینه کودکان و برنامه عمومی جهانی آزوخواری سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان آزمون رسمی بهترین را برگزار نمود. آزمون مذکور در باغ به نام علیشهر نوایی برگزار شده، در آن کودکان و نورسان از 7 تا 16 ساله شرکت ورزیدند. در رسم‌های خود کودکان افغانستان حیات روزمره نجات دهندگان بینش آنها را در باره حالت های فوق العاده دانستن قاعده ها هنگام آفات های طبیعی انعکاس نمایند. یکی از سبب های اساسی که شهروندان هنگام رخ دادن حادثه های طبیعی به هلاکت میرسند این رفتار نادرستی آنها هنگام رخ دادن حادثه های طبیعی میباشد و حتما کمیته حالت های فوق العاده برای آنی که از سن کودکی و نورسی تربیت نمودن فرهنگ به خطری یعنی آماده نمودن نسل نورس برای آنی که چگونه باید که رفتار نمایند هنگام رخ دادن حادثه های طبیعی یعنی که تکنگینی برای حفظ حیات خود کوشش می نماید کمیته. حیات حکمان آزمون از کارمندان اتفاق رسومان عبارت بودند. هدف اساسی چنین چورابینی ها ترغیب و تشویق فرهنگ حیات بخطر در بین نسل نورس آماده نمودن آنها برای رفتار درست هنگام رخ دادن آفات های طبیعی تکنگینی می باشد. در خاتمه به غالبان تحفه های خاطروی و افتخارنامه های کمیته حالات های فوق العاده و مدافع گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپرده شدند.
بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.